وقتی اسم مهاجمان فوتبال رو میشنویم معمولا یاد گل زدن میفتیم. یک مهاجم خوب و شیش دنگ علاوه بر گل زدن باید دوندگی بالایی داشته باشه، باید در محوطه جریمه حریف جاگیری خوبی داشته باشه و فرصت گلزنی برای خودش و همتیمی‌هاش ایجاد کنه. باید مدام مدافعان حریف رو تحت فشار قرار بده تا صاحب توپ بشه و درصد مالکیت توپ برای تیمش رو بالا ببره. باید سرعت در فکر کردن و قدرت بهترین تصمیم گیری رو داشته باشه. این قسمت از برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه مهاجمان فوتبال کشورمون. سلام، خیلی خوش اومدید. عزیزان بیننده، مسابقه بزرگ ستاره ساز رو تقدیمتون می‌کنیم در روزی که افشین صادق نژاد، حسین سلطانی، احمد رضا خانی و ایمان بلوچ‌زهی رقابت‌های جذابی رو قطعا خواهند داشت، چرا که امتیازاتشون خیلی به هم نزدیکه و در لحظه‌ای که کارشناس داوران عزیزمون در استودیو برنامه حضور پیدا کردن و من خدمت تک تکشون سلام و عرض ادب و خوش آمد دارم. آقای دی محمدی در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام از من خدمت شما. زنده باشید. تمام بینندگان عزیز، اساتید، مربیای زحمتکش در خدمت شما. سلامت باشید آقای دی محمدی، خیلی خوش اومدید. سلام آقا خدادادر عزیزی. سلام حسین جان. عرض ادب و احترام خدمت همه بیننده‌های عزیز و همکارای عزیزم. خوش اومدید آقای عزیزی. مرسی حسین. سلام آقا رضای شاهرودی. سلام و عرض ادب دارم حسین جان خدمت شما بینندگان عزیز، مربیای گرامی. متشکرم آقای شاهرودی عزیز. سلام آقا وحید شمسی. مخلصم حسین جان. عرض ادب و احترام خدمت شما همه همکاران، کسایی که تو شبکه سما رو میبینن. عرض ادب و احترام. زنده باشید، خیلی خوش اومدید. آقای دی محمدی، برنامه امروز رو تقدیم کردیم به مهاجمان فوتبال کشورمون. حالا هم دوست داریم که خاطراتی دارید برای ما بفرمایید، همین که راجع به شاخصه‌های مهاجمان خوب اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه ما رو در جریان بذارید. حسین جان، خودتون میدونید فوروارد ها متفاوتن. یه چند مدل فوروارد داریم. یه سری فوروارد ها هستن سرزنن، یه سری هستن سرعتی‌ان، یه سری هستن که جنگندن، درگیرانه بازی میکنن، فیزیکی بازی میکنن. سه چهار مدل فوروارد داریم که تو فاز حمله بازی میکنن که بستگی داره که تو تاکتیک مربی چجوری قرار بگیره. فورواردهایی که سرزنن بیشتر ارسال از کنار بشه، میتونن که بیان تیر یک رو قطع کنن، تیر دو سر بزنن. بله. میتونن با سر بیشتر گل بزنن. ولی یه سری فوروارده هستن که پا به توپ خوب میرن، یک در مقابل یک رو خوب برمیدارن، مثل آقای عزیزی که همه میدونن که آقای عزیزی یکی از فوروارد ها بود که یک در مقابل یک رو راحت بر میداشت. امبار مثلا تو خونه داشت آب میخورد، اونقدر راحت بر میداشت. خیلی ممنونم آقای. یه سری فوروارد ها هستن که تو فضاها خوب میدن، میدن تو فضاهای خالی که بتونن توپ بگیرن، از سرعتشون خوب استفاده میکنن. این سه تا فورواردی که من گفتم به نظر من تو هر تاکتیکی شاید جا بگیره. برای یه سری فوروارد ها اصلا دعوایی هن، میفرستن تو زمین میگن بریم با دفاع دعوا کن، نذار بازی سازی کنن، شاید گلزن نباشن ولی خوب میرن با دفاع درگیر میشن، بازی میکنن، بغل دستیش خوب استفاده میکنه. این یه سری فوروارد هست که به ذهنم رسید که بگم. به نظر خودم فوروارد باید یک در مقابل یک رو حتما باید برداره، حتما باید یار مقابلش رو حتما باید برداره، چارچوب شناس باشه، خوب بتونه پنالتی بگیره. این یه سری خصوصیات فوروارد، همه رو نگم. متشکرم آقای دین محمدی. آقا خدادادا عزیزی که از مفاخر فوتبال کشورمون هستید، به خاطر زحماتی که در پست حمله کشیدید ما خوشحالیم که اولا در خدمت شما هستیم. و قبل از اینکه آقای خدادادا صحبت کنم، من درخواست میکنم به خاطر تمام زحماتی که برای فوتبال کشورمون کشیدن اول تشویقشون بفرمایید. خواهشاً. سپاسگزارم. خیلی ممنون. آقا خدادادا، از تجربه های خودتون بگید برای ستاره هامون، به خصوص عزیزانی که از پای گیرنده ها دارن صحبت های شما رو میشنون. من فکر میکنم یکی از پست های دوست داشتنی فوتبال اگر اغراق نکنم مهاجمه، به این دلیلی که گل میزنه و جذابیت خاصی برای بیننده ها داره کسی که گل میزنه. معمولا هم اتفاقاتی که توی فوتبال روز دنیا افتاده، بازیکنایی که به عنوان بازیکن سال جهان، آسیا، اروپا انتخاب شدن، اکثرا بازیکنایی بودن که تو خط جلو بازی میکردن. خب پست مهاجم من فکر میکنم که از
زمانی که من خودم بازی میکردم تا الان خیلی تغییرات درش حاصل شده. یه موقعی با دو مهاجم بازی میکردم، بله، و حتی سه مهاجم، یعنی سه تا مهاجم بودن، نه مثل الان سیستم 4-3-3 که واقعا یه مهاجم. الان در فوتبال روز دنیا فقط با یه مهاجم بازی میکنن، اونم مهاجمی که باید اعتبار تنه داشته باشه، قد بلندی داشته باشه، بتونه توپو نگه داره و بقیه اضافه شن. ولی زمان ما دو مهاجم بازی میکردن، دو مهاجمی که معمولاً مربی ها کوتاه بلند انتخاب میکردن، یه بلند قد انتخاب میکردن، بله، یه دونه کوتاه، یه بلند قدی که بتونه سر بزنه و یه کوتاهی که بتونه تکنیک داشته باشه، یارو برداره و بتونه دو نفر مکمل هم باشن. من اعتقاد دارم یه مهاجم خوب مهاجمی که در درجه اول سرعت داشته باشه، چون سرعت تنها شاخصه یک مهاجمه که مدافع واقعا نمیدونه باش سرعتش باید چیکار کنه. از مهاجمای سرعتی که مثلا من یادم میاد، آرش برهانی تکنیک آنچنانی نداشت ولی سرعت فوق‌العاده‌ای داشت، بله، و همین سرعتش باعث میشد که به راحتی صاحب موقعیت بشه، صاحب موقعیت گل بشه و گل هم میزد آرش. آقای شاهرودی، شما هم کلی خاطره از مهاجمان خوب فوتبال کشورمون و دنیا دارید، خوشحال میشیم که اگر تجربیاتتون رو در اختیار ما و بیننده ها بذارید. عرضم به خدمت، یکی از شاخصهاش باهوش باید باشه، خیلی باید باهوش باشه، تایمینگ خوبی داشته باشه حسین جان، بله، و حداقل دو پا باشه. ببین یه پای تخصصی داریم 100%، اون یکی پاش حداقل باید 80% باشه، چون بالاخره سانت که میکنن میخواد بغل پا بزنه از یه زاویه دیگه میفته رو پای غیر تخصصیش، حداقل باید بلد باشی که ضربه بزنه. بعد چارچوب شناس باشه، کلا آخداداد همه رو گفتن دیگه. من یکی از خصوصیات که آخداداد داره، اون باکسشو هیچ موقع ول نمیکرد، چون من قدیم باهاش هم بازی بودم، اون باکسی که تو دور و بر 18 قدمه هیچ موقع نمیرفت کنارا. این یکی از شاخصهای خداداد بود. فوروارد باید بزنه زننده گل باشه دیگه، بله. بعضی فوروارد ها دیدی میرن جناهن میخوان برن سانت کنن، باید سانت کنی برای کی ضربه بزنه، اون باکسر رو نباید دست بدی. کلن میگم خیلی باید باهوش باشن، که میگم یکیشو آخداداد هستش، من هم افتخار اینو داشتم کنارش بازی داشتم. ناصر محمدخانی عجوبه بود، حمید علیسی همینطور، خدا رو شکر من با اینا هم بازی بودم. و دیگه چیزی نه، من آخر فوتبال ناصر محمدخانی اومدم پرسپولیس و خدا رو شکر با ایشون خیلی همبازی بودم یه فصل، خیلی عجوبه بود اصلا. نه من میگم، همه میگن. آقای ناصر محمدخانی اگه بخواید چند مورد اشاره کنی؟ سرعت، تکنیک، یعنی روپای چپش که میمد حرکت میکرد با توپ، یا گل بود یا پنالتی بود یا پاس گل بود حسین جان، خیلی عالی بود، کاشتای عالی میزه، خیلی خوب بود، مثل یه ماهی بود، نمیشد بگیریش. بسیار متشکرم آقای شاهرودی. و اما آقا وحید شمسایی که همونطور که من قبلا هم عرض کرده بودم، در یه برهه مجبور شد که بین فوتبال و فوتسال یه قانونی اومدش، مجبور شد که بین فوتبال و فوتسال یکیش رو انتخاب کنه، فوتسال رو انتخاب کرد، کلی خدمات برای فوتبال کشورمون داشت، کلی افتخارات برای فوتبال کشورمون داشت. قبل از اینکه آقای شمسایی صحبت کنن، درخواست میکنم که به خاطر همه خدماتی که آقای شمسایی داشتن تشویقشون بفرمایید، خواهش میکنم. آقا وحید شمسایی، از کوله بار تجربتون بفرمایید برای ما در پست مهاجم. من مثال مهاجم میذارم تیر خلاص، چون همه زحمتایی که کشیده میشه آخرش میرسه به اون نقطه عطف، و اون نقطه عطف است که میتونه تأثیرش رو بذاره. یه بازی داشتم پریشب میدیدم و یه تیم، حالا اسم نیاریم، عقب افتاده بود و تقریبا 5 دقیقه مونده بود بازی تموم شد، 4 تا فوروارد اوورد تو زمین که به اون نتیجه دلخواش برسه. اگر بخوایم به هدف اون مربی نگاه کنین، دیگه اون تیر خلاصه رو گذاشت که از تمام ابزارش استفاده کنه. زحمتی که کشیده میشه از گلر و دفاع و هافبک میرسه اونجایی که باید برسه، و بله، اگر کسی که قدرشناس باشه میشه علی دایی، که عنوان افتخار آقای گلی جهان رو چندین و چند سال برای ما رقم زد. میشه آقای خداده عزیزی که اگه هزاران سال بگذره، اگه تاریخ و ورق بزنیم، اون شادی که توی استرالیا واسه ما به ارمغان آورد همیشه به یادگار میمونه. این تیر خلاصی است که به قول آقای خداداد مبلغ قراردادشون رو به خاطر کارهای بزرگی که انجام دادن متفاوت تر از بقیه میکنه، میشه کریستیانو رونالدو.
که سیرمونی نداره، میشه مسی. و من میخوام یه خود فوتسالی بگم، تو فوتسال میگن پیوت. محمد طاهری هم این نقش رو خیلی خوب بازی کرده، آقای گل آسیا شده، بهترین شده. لپ کلام تمام زحمت‌های یه تیم آخرش میرسه به اون جلو، که اگه اون کسی باشه که اون نوک اون پیکانه باشه بتونه تمام کنه، برنده خوبی. متشکرم آقا وحید شمسایی. و یکی از تیر خلاص آقای شمسایی خود شما بودید، خودش بود، واقعا افتخار آفرینی کرد برای فوتبال ما در خارج از کشور. خیلی شما رو میشناسم، براتون احترام قائلم، در اروپا دست AFC خیلی واسه ما باعث افتخار هستید. آقای شمسایی تشکر میکنم از شما. آماده میشیم برای رقابت ستاره هامون با نظارت و قضاوت کارشناس‌سواران عزیزمون. چالش بازیکنان، نحوه امتیازدهی، نفر اول 4 امتیاز، نفر دوم 3 امتیاز، نفر سوم 2 امتیاز، نفر چهارم 1 امتیاز. در صورت عدم موفقیت در چالش امتیازی دریافت نمی‌شود. در این چالش بازیکن از موانع با حفظ تعادل عبور کرده، توپ را درون محفظه انداخته و پنالتی می‌زند. سپس توپ را میبایست از حلقه عبور داده و صاحب یک ضربه پنالتی میشود. سپس به طرف باکس های امتیازی ضربه میزند. توپ را درون محفظه انداخته و دوباره پنالتی میزند. موفق باشید. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما بینندگان برنامه ستاره ساز، افشین صادق نژاد چالش اول رو داره انجام میده. باید از روی موانع بتونه عبور کنه و حالا از داخل این کار رو انجام میده. باید بیا به داخل. حفظ تعادل تو این چالش خیلی میتونه مهم باشه و ببینیم که افشین صادق نژاد چگونه کار خواهد کرد. خوب داره کار میکنه، خیلی خوب و مسلط. حالا توپ رو برمی‌داره، باید بنازه داخل بشکه، این کار رو انجام میده. فرصت برای شوت زنی هست. صادق نژاد ضربه پای راست و یه واکنش عالی از مهدی بزرگی. در ادامه کار توپ باید از بین هدف رد کنه. باز هم افشین تمرکز زیادی تو این لحظه نیاز داره، هنوز نتونسته توپ رو بلند کنه. افشین صادق نژاد عجله زیادی داره تو این لحظات، میتونه با صبر بیشتری توپ رو عبور بده. همچنان منتظر هستیم. افشین و صادق نژاد بالاخره توپ عبور کرد. خود افشین ضربه روی پا و چه توپی رو میگیره مهدی بزرگی. دوتا سیو بسیار خوبی رو داشت. ضربه سوم هم میزنه، توپ نرفت داخل هدف و امتیاز رو نتونست کسب کنه. عجله زیاد داره کار رو دنبال میکنه. افشین و صادق نژاد زد و گل. بالاخره دروازه باز شد. خیلی خوشحالم که اول سال با خنده و با نشاط می‌بینم افشین. مرسی، ممنون. خب افشین امروز چطور پیش بینی می‌کنی؟ امروز اومدم برای جبران و ایشالله اولش. برای اول شدن. بله درست. بعد سرسخته نقیب که پیش بینی می‌کنی داشته باشی؟ من احمد. باش خوب شده؟ باش یکم. دیگه خوب شد ولی بازم درد. یکم کارت سخت. خب میریم سراغ ادامه چالش. ایمان بلوچ‌دهی کار خودش را آغاز میکنه. حفظ تعادل بسیار میتونه مهم باشه در این چالش. خیلی خوب عبور میکنه از موانع. باری کلابه ایمان، حفظ تعادل، داخل دایره قرار میگیره، موانع رو میذاره داخل و حالا ادامه کار. توپ باید بنازه داخل بشکه. ایمان بلوچ‌دهی هنوز توپ نرفته داخل بشکه. توصیه های خرداد عزیزی هم داریم میشنویم. خود ایمان بلوچ‌دهی بالاخره توپ وارد
هدف میشه زبر و حالا میزنه و یه واکنش عالی از یاسین جویبار. دروازه‌بان بهبهانی ما بسیار خوب توپ رو گرفت. ادامه کار. عجله نباید کنه ایمان بلوچ‌سهی. فکر کنم افشین صادق نجات هم توی صحنه یه مقدار عجله کرد. این بار هم توپ نرفت داخل هدف. فریادهای خدا داد عزیزی ایمان بلوچ‌سهی بالاخره رد شد. حالا میتونه بزنه ضربه پای راست خودش رو. یه ضربه و بازم توپ ها میگیره یاسین جویبار. چقدر خوبه. دوتا واکنش بسیار خوب رو داشته. ببینید چهار امتیاز رو میتونه بگیره یا نه. ایمان یه ضربه یه پای راست و این بار هم خارج از هدف. دقت زیادی تو این صحنه ها لازم هست. توپو وارد هدف میکنه. حالا میتونه بزنه ایمان بلوچ‌سهی مرکز دروازه و توپی که باز هم وارد نشد. خوب واکنششون میده یاسین جویبار. ایمان جان امروز چطور پیش بینی میکنی؟ امروز اومدم که اولش. امروز هم اومدی که اولش چون هر روز تو داریم به سر اول شدن. بله. احمد رضا اگه پاش خوب شده باشه خیلی کار سختی داری. خیلی. افشینم که خیلی خوبه. حسین سلطانی هم خوبه. احمد هم که امروز پاش نشده یه. اگه پاش خوب میدون خیلی رقیب قدری میشه دارم. راحت تری؟ راحت تری. شاید حسین. همه خوب هم ولی میگم شاید حسین راحت تر باشه. خب میریم سراغ حسین سلطانی. دقت و سرعت تو این چالش بسیار میتونه مهم باشه. فعلا با صبر و طمأنینه داره کار میکنه. عجله ای نداره حسین سلطانی. از موانع عبور میکنه خیلی خوب و با دقت. ببینیم در ادامه کار هم میتونه با این صبر توپ رو وارد هدف کنه یا خیر. خود حسین سلطانی با پای راست توپ رو میخواد راحت بندازه داخل هدف. ببینیم موفق میشه یا نه. باز هم اونجا عجله رو در دستور کار قرار میده حسین. همچنان توپ وارد هدف نشد. زمان داره از دست میره برای حسین سلطانی. ببینیم بالاخره میتونه توپو بندازه داخل هدف یا نه. ششمین بار بود که توپ وارد هدف نشد و باز هم نشد. باید دقت بیشتری رو داشته باشه. حالا توپ از هدف رد میشه. حسین سلطانی میزنه و توی دروازه. ضربه خوبی رو به توپ زد و دروازه باز شد. حالا اینجا میتونه خیلی مهم باشه. توصیه سیروس دی محمدی نگران هست میخواد شاگردش امتیاز کامل رو بگیره از این چالش. زبان مادری هم صحبت میکنه سیروس دی محمدی با شاگرد خودش حسین سلطانی که اهل شهر تبریز است. حالا توپ از هدف رد شده. زبه روی پا کجا زد توپ رو. دقت بیشتری باید کنه حسین. حالا اینجا میتونه خیلی مهم باشه در امتیازی که میخواد کسب کنه. چهار امتیاز رو میگیره یا نه. باز هم امتیازی کسب نکرد. و حالا این ضربه آخری که باید بزنه حسین سلطانی. توپ ابتدا باید داخل هدف بندازه. این کار انجام میده. خود حسین ضربه پای راست رو میزنه و بالاخره دروازه باز شد. حسین جان وضعیت تو جدول خوبه؟ بله. امروز آخر کار چطور میشه؟ انشالله امیدوارم بیام صدر جدول. صدر جدول؟ بله. باز جرأت داری ایمان رو دست کم بگیری؟ آره. اون دفعه گفتی آره که بردتون که؟ نه ما رو نه. یه دونه با افشونم دو به دو بود. تک به تک نبرده منو. یعنی باز الان خودتو بهتر از ایمان و افشین؟ بله. از افشین بهتر میگیری؟ بله. از احمد رضا؟ نه ادعا نمی کنم. نه بس این که داری ارزیابی میکنی توانمندی خودت. همشون توانمندیشون خوبه این سه تا. اصلا نمیشه گفت. شاید مثلا روزشون نباشه. مثلا ایمان شاید روزش نباشه یا افشین روزش نباشه. یا احمد پاش درد کنه روزش نباشه. اینا اصلا نمیشه گفت. این زمین کوچیک اصلا این فوتبالو نمیشه گفت. من یعنی که روز بازی کنه باشه. یعنی کار خیلی سخته. بله خیلی سخته. حرفای منم هر سه تاشون خیلی خوبه.
نوبت رسید به احمد رضا خانی، ببینیم او چگونه کار خواهد کرد، میتونه امتیاز رو بگیره یا نه. وحید شمسایی اوضاع رو زیر نظر داره، قشنگ داره کار میکنه، توپو میکاره، میخواد بیاد الان وارد بشه، توپو ببینیم وارد هدف میکنه یا نه. خود احمد رضا خانی با دقت زیاد، حیف شد یکم دقت کنه، میتونه خوب توپو بفرسته داخل هدف. این بار دوم هست، عجله نباید در دستور کارشو قرار بده. حالا تو وارد هدف شد، زعبه رو میتونه بزنه، احمد رضا خانی دروازه نظری باز شد، اولیش به گل نشست. ببینیم این یکی چگونه کار خواهد کرد، توپ از هدف رد میشه یا نه. آباری کلا احمد رضا خانی چه میکنه، چه بغل پایی و یه سیو عالی از نظری. خیلی خوب واکنش نشون داد، خیلی خوب واکنش نشون داد. اینجا دقت لازم باید باشه برای خانی، چهار امتیاز رو گرفت. باری کلا به احمد رضا خانی، چه چهار امتیاز نازی رو میگیره، نباید عجله کنه. باری کلا به احمد رضا، ضربه با پای راست تیرک دروازه، خیلی خوب بازی کردی پسر. باری کلا به احمد رضا خانی. احمد رضا خان چطوره؟ مفتخرم زنگ زدم. سلام شما بخیر، مرسی. امروز دیگه آماده ای برای اینکه دفعه قبل جبران کنیم؟ ان شاء الله امروز اگه مسئولیت هم ازیدم نکنه ان شاء الله میریم برای اول. اتفاقا می‌خواستم بپرسم که الان وضعیت پات چطوره؟ خدا رو شکر یه خورده بهتر شد از روز قبل، حالا امیدوارم که ان شاء الله زیاد اذیتم نکنه. بچه‌ها هم یکم از احمد رضا نگران الان، نه که نخوان تو خوب درست. بشی درست. ولی احمد رضایی که پاش خوب شده باشه و آماده باشه رو نگران هم تقریباً همه. حالا آرزوی موفقیت هم میکنم برای بچه‌ها، امیدوارم که انشالله موفق شد. سلام، من حسین سلطانی هستم، از شهر تبریز اومدم، ولی سلطنت اهل شهر سلوز هستم. از 4 سالگی من عاشق فوتبال شدم و فهمیدم که یه استعدادی دارم و میتونم فوتبال بازی کنم. پدرم یه فکر کرد به هم، گفت بیا بریم یه شهر خوبی، میتونیم بالاتر از این هم برسیم. رفتیم به شهر تبریز، از اونجا رفتیم به تیم تراکتور سازی تست دادم و اونجا قبول شدم. الان 5 سال که تو تراکتور سازی بود. We'll be right back.
فوتبال دو به دو 4 دروازه، برنده 3 امتیاز، بازنده 0 امتیاز، مساوی هر دو بازیکن 1 امتیاز. در این چالش بازیکن‌ها دو به دو به صورت دوره‌ای فوتبال بازی می‌کنند. دور تا دور زمین بسته است و هر تیم باید از هر دو دروازه خود محافظت کند. موفق باش. خب میریم سراغ چالش بری، جایی که حسین سلطانی و احمد رضا خانی با هم در یک تیم قرار گرفتن و ایمان بلوچستانی و افشین صادقی نژاد هم با هم در یک تیم. دو تا دروازه هست که بعد از دو تا دروازه بتونن محافظت کنن. حرکت عالی بلوچستانی و گل اول قشنگ و زد، گل خوبی رو میزنه ایمان بلوچستانی. احمد رضا خانی برای حسین سلطانی، خدای صاحب توپ هست، بریم زهر رو میزنه، چقدر خوب و مسلح باریکلا با حسین سلطانی. بازیکن ریز نقش و پا به توپی ایمان بلوچستانی، خدا افشین صادقی نژاد میتونه بزنه و توی دروازه. یه گل قشنگ رو میزنه افشین صادقی نژاد، پای و پای، نفس به نفس، اوج حساسیت. بازی از سرعت فوق‌العاده ای برخوردار هست، میتونه بزنه ضربه رو و توپی که وارد دروازه نمیشه. بازم حسین سلطانی خالی میزنه و دو مساوی شد. فرجود و سرمربیان و آقای اصغر خانی و شهبندیان و تقوی ببینید چگونه استفاده خواهند کرد. بازم حسین سلطانی عالی از پیش رو برمیداره، چقدر خوب این حسین سلطانی. این بار نوبت قرمز ها هست، یه ضربه و توپی که وارد دروازه نمیشه. احمد رضا خانی میتونه ضربه‌شو بزنه، بازیش سرعتی داره، کمی به خشونت هم کشیده شده. خود احمد رضا خانی برای حسین سلطانی، دقت ضربه‌ش خیلی جالب نبود. باسم بلوچستانی برای افشین صادق نژاد و این هم سود پایان وقت اول. ایمان برای کی میزنی هی بیرون؟ این داره میره پاس بده، این تک به تک میشه. قبول داریم آسی روز. احمد حسین اول از همه دروازه خود رو گم نکنید، همش نگاه کنید پای سرتون. دوم مطمئن بشین، الان خداداد گفت باید مطمئن بشین ضربه بزنید، اصلا تا مطمئن نشدین ضربه نزدید، چون لو بدین گل میخورین. دو تا دروازه دارید، بس عقب رو نگاه میکنید، سریع بچرخیم دروازه رو گم نکنید. باشه بریم. محمد دو تاشون الان دو تاتون تو دفاع دو و یک دارید میکنید. محمد الان نفر یه یارو بگیرید باش برید. محمد به من نگاه کن. احمد تو اینجا رو میگیری یه ذره فاصله تو دور کن، نرو بچسبی، خیلی نزدیک شده بود. بیا بزن تو گل خودت. بهت من اولش گفتم دادی به اون، برو اون سم یه دفعه بکم بیا اینور بهت پاس بده بزن تو گل دیگه. اینجوری با نیستی اینجا که اینجا راحت بزنه تو گل، گرفتی چی میگم؟ یه طرف نش، بعد تا میتونین پا به توپ شدیم بیا برین مطمئن شدیم بزنه تو گل. میریم سراغ نیمه دوم ببینیم که چه اتفاقاتی رو خواهد داد. حسین سلطانی فرصت برای خانی، چه گلی میزنه باریکلا. فریادهایی که زده میشه خیلی راحت، یه بغل پا نرم از افشین، یه گل به خودی هم زد حسین سلطانی. چه بازی شده، میتونه ضربه‌شو بزنه جلوش خالی خود سلطانی، بعد جای توپ لو میده و دروازه باز شد. باریکلا به ایمان بلوچستانی، باید بتونن پرس کنن. توصیه هایی که سرمربی ها میکنن، یه گل دیگه هم زد بلوچستانی، پاش باز شده به گل ایمان بلوچستانی. فرصت هست یه ضربه دیگه و باز هم وارد دروازه میشه. فریاد های سیروس دی محمدی خورد رزی که بازیکنانشون رو کوچ میکنن، باید پرس رو انجام بده. ضربه حسین سلطانی نرفت داخل دروازه، باز هم موقعیت هست، بلوچستانی ریز نقص و توی دروازه نرفت، دروازه خالی نزد و خطا. اوهوهو برخورد شک گرفت و چقدر خوبه این افشین صادق نژاد و ایمان بلوچستانی، ناراحت روی زمین افتاده. ببینیم ایمان میتونه بازی برگرده یا خیر. یا روشه دیگه، اون که پنالت نیست که.
خب مشکلی نداره ایمان بلوچی. بازی دوباره آغاز شد. حسین سلطانی با دقت میخواد یکی از دو دروازه را مورد هدف قرار بده. احمد رضا خانی میتونه پاس بده. حالا برای سلطانی تیرک دروازه خورد. حالا افشین صادق نژاد پرس رو دارن انجام میدن. به نظر میرسه کار درستیه، پرسی که دارن انجام میدن. بلوچی هم زد و توپ نرفت وارد دروازه بشه. حالا پاس بده به افشین، دروازه خالی هست. خود افشین زد، بازم توپ وارد چارچوب نشد و یه برخورد شک گرفت. امیدواریم که مشکل خاصی رخ نداده باشه برای افشین. با جون و دل دارن بازی میکنن بازیکنان در زمین. خطا به سود قرمز ها هست. افشین صادق نژاد خود افشین بازی رو دوباره به جریان میندازه. 15 ثانیه تا پایان. یه پاس میتونه بزنه به خطای هند، خورد به دست ایمان. خسته من از امیر سیمان بلوچی باید برگردن جایگیری مناسبی داشته باشن. حسین سلطانی دروازه رو میزنه یا نه؟ میره و گل! گل رو میزنه ایمان بلوچی. و در این چالش بازی به اتمام رسید. افشین ماشالله به این پسر. آفرین آفرین آفرین. تا داد یار اومد بیا اینجا خودت اینو بگی بزن تو گل. یک کاری نداره که هی میگیری بده، هی میگیری. احمد رضا بابا نکن بابا، تغییر مسیره. احمد باز میشه اینو بده، اگه رفت نرفت اومد تو باز میشی. حالا اون میده تو گل خالی، هی در میداری دیری تو شکنش. افشین فقط یارتو راه نمایی کن، یارتو نظر گلشو بل کنه. تو خیلی خوب داری جمع میکنی. آفرین. فقط یارتو راه نمایی کن، گلشو بل نکن. بریم سراغ رقابت دوم، جایی که ایمان بلوچی با احمد رضا خانی یار شده و افشین صادق نژاد و حسین سلطانی در یک تیم قرار گرفته. اونجا حسین سلطانی صاحب توپه. ببینیم میتونه دروازه رو باز کنه یا نه. دو تا هدف داره، کدام رو انتخاب خواهد کرد؟ یه پاس تک ضرب، ضربه‌ای که زده شد خیلی خوب راه توپ رو سد میکنه. نباید اجازه بدن افشین صادق نژاد. حالا باید پاس رو بده، زاویه رو داشت برای زدن ضربه. تو وارد دروازه نمیشه، برخورد شک گرفته، خبری از خطا نیست. باز هم صادق نژاد صاحب تو، بعد پاس رو بده، یه پاس و دروازه باز میشه. حسین سلطانی، حالا بلوچی جلوش خالی است و چه توپی رو قطع میکنه سلطانی. فرصت است برای بلوچی، بعد بزنه ضربه خودش رو. با پای چپ نتونست بزنه، یه شارژ کرد اونجا بلوچی رو. خود ایمان بلوچی تکروی بی مورد و توپ رسید حسین سلطانی. توپ وارد دروازه نشد. سرعت بازی فوق العاده هست. احمد رضا خانی ضربه بی دقتی که زده شد و توپ با اختلاف زیادی به بیرون رفت. قدر این موقعیت ها رو باید بدونن. دو تا توپ در زمین هست. بازی دوباره به جریان میفته. افشین جابجا میشه، حسین سلطانی فضا ایجاد بشه، خود افشین صادق نژاد دیری دو طرفه اومد بزنه، موفق هست یا نه؟ به هر شکل ممکن بلوچی راه توپ رو سرد میکنه. باز هم رو به عقب حسین سلطانی، پرس رو دارن انجام میدن. افشین ضربه‌شو میزنه تو، باز هم وارد دروازه نشد. یه برخورد شک گرفت. ببینیم خطا که اعلام نشد از سوی آقای داور مسابقه ملکوتی و ببینیم که مشکل خاصی داره یا نه. افشین صادق نژاد به بازی برمیگرد. خدا رو شکر که مشکل خاصی ایجاد نشد. توصیه‌های خداداد عزیزی، رضا شاهرودی و سیروس دی محمدی خیلی حساس از این مسابقه. احمد رضا خانی یه دور میزنه، بعد پاس رو بده خود احمد رضا. حالا برای بلوچی، باز هم راه توپ رو سد میکنن. احمد رضا خانی پاس برای بلوچی، بازم راه بسته هست. یه ضربه بی دقت و این هم پایان وقت اول.
همش اینجا نمیدی چیکار داری میکنی. ایمان وقتی بدون توپ رفت تو ورد و ببر برو سمت اون گل. تو الان من کجا باشی؟ دم اون گل باشی دیگه، بده بهت اونجا بزن تو اون گله. و تو رفتی اینجا وایسادی، اینجا هم هیچکی نبود، هیچکی اینجا نبود. باید بیای اینجا افشین بر میگردونه میده بزن تو گل. بعد ایمان چند بار همه رضا اونجا دو به یک شدی؟ خود دو به یک شدی، یه پاس خوب بده بزنه دیگه. تو اینجا رفتی افشین رفته اون بار برداشتی آوردی اینجا دو به یک شدی، یه ضربه بده بزنه تو گل. دیگه گل نخورید، کار دفاعیتون خیلی خوبه، فقط حواستون باشه ایمان بر میداره باب توب میاد. خب اونو باغوش باشین که نیاد از وسطتون. موقعی که داره میاد برین روش، گرفتی چی میگم؟ از بعد دو به یکش کنید تو دروازه، دو به یکش کنید. تغییر اینجا فقط تغییر مسیره، باید باهوش باشه تغییر مسیر بدی. ببین اونجا صاحب توپ شد، شما یارو بردار بیا. افشین متوجه شدی؟ افشین صاحب توپ شد، شما وایس بغلش باشه، اینم بغلش دو نفری میشه. تو یارو تو ببری یه دفعه از دو یه پاس تو در دادی. افشین این کارو بکنم. مرسی افشین. میریم سراغ نیمه دوم. نیمه اول بسیار جذابی رو شاهد بودیم. بلوچی پاس رو داد، پاسش خیلی تند و تیز بود، در شکل توپ رسیده، حالا فضا ایجاد شده، میتونه پاس رو بده. پاس برای خانی، چقدر خوب دارن دفاع میکنن افشین صادقی و حسین سلطانی، راه توپ رو به خوبی دارن سد میکنن. خطا اعلام شد، توپ در اختیار آبی پوشان هست. بلوچی پاس برای احمد رضا خانی، جا به جا میشن، از سرعت بسیار خوبی برخورد دارن، اونجا کسی نبود، توپو فرستاد کنار خط، برخورد و خطا. خطا اعتقاد دارم پنالتیه. آقای شمسایی عزیزی اما خبری نیست، آقای ملکوتی بازی رو ادامه میده. یک بار دیگه بلوچی ریزنق، چقدر خوبه این پسر سیستانی. یا پاس برای خانی و گل. دروازه خالی مثل آب خوردن زد. تشویق میکنه آقای تقیه و طاهری، بسیار خوب دروازه رو باز میکنن. باز هم افشین صادقی نژاد، یه پاس برای سلطانی و گل. گل رو زد، دوباره گل زده شد، سری بازی به جریان میفته. بازی چه سرعتی داره، اوج هیجان. ایمان بلوچی پاس رو میده، یه پاس بلند، ارسال سانتر انجام شد و توپی که به بیرون رفت. پاس خیلی خوبی رو نداد احمد رضا خانی. افشین صادق نژاد، ثانیه‌های پایانی. ببینید دروازه باز میشه، دروازه باز میشه، حسین سلطانی و بلوچی. توپ نرفت وارد دروازه شه. عجب توپی رو از دست میده خود حسین سلطانی. آقا شهروندیان هم میگه آروم‌تر بازی کن به سلطانی. خود افشین صادق نژاد، ضربه ای که زده شد، باز هم توپ وارد دروازه نمیشه. بلوچی باید پاس رو بده. حالا موقعیت برای احمد رضا خانی، میتونه بزنه، خود خانی نگه داشته، باز هم برای بلوچی و دروازه خالی. توپ نرفت توی دروازه و این هم سوت پایانه وقت دوم. حسین گردون نمنه دیدیم بردون گلا، افشین دیدیم، هم منظورم همون بودا، حسین اومد اینجا زد تو گل. یو یو ای بنم از افشین، افشین کارشو بلده، میتونه اون توپو بگیر. آب بده افشین، بیا بشین بسر آب فن افشین. افشین عالی، حسین آفرین. فرق کردی با افشین های روز اول که خب اون که کاری نداره، اون کاری نداره، اینو میبرم اونو، نه اینطوری نیست، با همه با تمام وجود داری بازی میکنی. درست. بازی اول زیاد انگیزه نداشتم، با احمد که بودیم دوتا لو دادم، گل خوردیم و روحی هم یکی میخراب شد. اولش که خراب کردی دیگه نه بله یه کمی ریخ به هم، ولی بازی دوم که با افشین بودیم خیلی خوب بود. دو تا سه تا دریبل کردی ایمانو گرفت زد. دوم همیشه یادت باشه خاص به یارت میده، من داخل دروازه باشم باید
من اینجا دروازه‌ام. باید پاس بدی این بعد. دادی بعدش از پاش رد شد رفت. میریم سراغ آخرین رقابت، جایی که افشین صادق‌زاد با احمد رضا خانی در یک تیم و ایمان بلوچزاده و حسین سلطانی در تیم دیگر با هم دیگه هم تیمی هستن. احمد رضا خانی نیاز به پیروزی در این مسابقه داره. یه پا دو پا قشنگ و توپی که وارد دروازه نشد، چه توپ بعدی رو از دست میده افشین صادق‌نژاد. بازم بی دقتی بلوچزاده‌ای، یه توپ برسه بهش تمومه. پاس برای سلطانی، اشتباه، باید دیگه دروازه رو باز کنه و راحت دروازه باز شد. یک فرصت به طول قرمز پوشان. حالا حسین سلطانی، باری کلا، خیلی راحت یک کرد کارو. باسم افشین صادق‌نژاد بغل پا تیرنگ. احمد رضا خانی توپایی که داره خراب میکنه ممکنه در آینده دوچار در سر بشه. افشین صادق‌نژاد حالا باید پاس رو بده، یک و دو و دروازه باز کن. حالا بلوچزاده‌ای و باز هم تو به گل تبدیل شد. دو دو مساوی. موجه حمله بعدی احمد رضا خانی. صادق‌نژاد پشت پا رو میتونه بده، یک پس بین پای بلوچزاده‌ای رد میکنه، باید تکلی میزنه. چه تکلی زد. 3-2 و حالا 3-3 نشد. سه نشد و گل چهارم. گل چهارم. 4-2. سرعت بازی رو ببینید، کیفش رو کنید. خط بری بلوچزاده‌ای به نظر میرسید کار دنبال میشه. سلطانی صاحب توپ. روح کاملا بسته هست. پاس رو میده ایمان بلوچزاده‌ای. باز هم برای حسین سلطانی. باز یک تر مقابله که از چرا برداره. کجا پاس داد؟ عجله میکنه. باز هم بلوچزاده‌ای میاد، پوشش لازم رو میده. دروازه خالی است و سوت پایان وقت اول این دیدار. 20 بار حسین اینجا چی میخواد؟ راست میگه دیگه بابا. بعد حسین سلطانی تو کار دفاعی خیلی ضعیفی. حسین صاحب توپ یارو باید ببری، نبیار نزدیک این بشی. اون توپ گرفته میاد نزدیک این بشه، اونم میاد نزدیک بشه دیگه. یارو ببرین، یه نفر رو میتونه دریپ کنه. چش آقا ایوب، من معذرت میخوام. دادی زد ایوب. آقا ایوب اراده آقا خود. آقا خود ایمان اینجا، حسینم میاد اینجا. خب من که اول بهش همون هم میگه برو دیگه. افشین حتما گلاتون رو بسپرید به هم دیگه. تو الان چند بار افشین شل نشید. حواست باشه برای احمد چشتو بده. همین دیگه. شل نشید. ماشاءالله. بزن افشین در آخر تو با دقت بزن. فقط دیری به مخ نخورید. احمد دیری به بد نخورید. آفرین بزن. آغاز می‌کنیم وقت دوم این دیدار رو. وقت اول حساسی رو با هم دیگه دیدیم. دو تا بازیکن ریزنقش بلوچزاده‌ای و سلطانی کنار هم قرار گرفتن. باز هم اونجا بدون خطا توپ رو گرفت. یه پاس عالی، فرصت برای خانی هست و دروازه باز شد. حالا به توصیه های مربیان خودشون گوش دادن و دارن نتیجه میگیرن. سلطانی تکرار میکنه، پاس برای بلوچزاده‌ای میتونه بده. حالا برای بلوچزاده‌ای تو وارد دروازه نمیشه. موج حمله بعدی این بار برای قرمز پوشان. حرکت صادق‌نژاد. احمد رضا خانی باسم افشین ضربه رو میزنه، قشنگ هم میزنه. باری کلا به افشین صادق‌نژاد. این بازی رو پیروز بشه در این چالش 3 پیروزی کسب کرده. ضربه که به چیرک رو خطا اعلام شد برای ایمان بلوچزاده‌ای. مشکل خاصی هم نداره، به بازی برمیگرده. سرعت بازی فوق‌العاده است توی لحظات. خود حسین سلطانی پنالتی رو میزنه و توپی که وارد دروازه شد. اختلاف به حد اقل میرسه. خطرناک میتونه باشه. افشین صادق‌نژاد باید مواظب باشن. خانی نباید این بازی رو ببازه و توپ وارد دروازه شد. خود بلوچزاده‌ای پاس برای حسین سلطانی. ضربه پای چپ و حالا ضربه
بازی 7-4 شد. احمد رضا خانی و افشین صادق‌نژاد 7-4 بازی خودشون رو با پیروزی پشت سر میذارن. حسین جان مگه تو نزدی؟ ایمان اینجاست دیگه. نه اون تو اونو ول کردی اون بره بزنه تو گل. خودت اینجا چجوری به این گل گل زدی؟ افشین اینجا بود یه دفعه گفتم برو زدی دیگه. تو اونجا گل زدی همون گل مواظب باش. بله رقابت ستاره هامون رو دیدیم و حالا ببینیم که نظر کارشناس داوران عزیزمون راجع به عمل کرده ستاره ها به خصوص شاگردانشون چطور هست. آقای دین محمدی، چالش اول، چالش دوم و عمل کرده حسین سلطانی که الان فعلا نمیخنده. چالش اول به نظر من دقت پرش ضربه بود، پولیمتریک بود. به نظر من تمرین بدنسازی بود، بد نبود. هم توش پرش بود، هم ضربه بود و هم دقت. به نظر من بد نبود، چهارتاشون هم خوب بودن. بیشتر ما تو چالش‌های دوم حسین جان نمره میدیم. بله بله. تو چالش‌های دوم فکر کنم میخوایم از اول بگیم افشین فوق‌العاده بود، سه تا بازیشو برد. ایمان هم مثل همیشه جنگنده و دونده بود، ولی یه جاهای کم میآورد. طبیعی که از نظر بدنی شاید کم بیاره، طبیعی بود. احمد رضا ما انتظارمون خیلی بیشتر از اینا بود. احمد رضا یه بازی رو برد ولی هممون انتظار داریم احمدرضا. احمدرضا حیفه، بازیکن خیلی خوبیه، بازیکنی که تو سطح آسیا ویژن داره بازی میکنه. بله. بالاخره انتظار ما بیشتر از احمدرضا است. در رابطه با حسین بگم، بازیکن خود من حسین نمیدونم امروز چند تا توپ لو داد. من تکشو نمیکردم حسین توپ لو بده، چون حسین اصلا توپ لو نمیداد. نمیدونم امروز چش بود حسین. درسته یه بازی رو برد ولی من انتظار داشتم حسین حداقل دو تا بازی رو برنده بشه، ولی نمیدونم امروز حسین روزش نبود. اب نداره، با همین حال حسین افتت کمتر بود. بعضی وقتا روز یه بازیکن نیست هستن، ولی امروز تو افتت کمتر بود. به نظر من این خوبه، فوتبالیست باید افتش کمتر باشه، نباید زیاد باشه. ولی رو هم رفته، من راضیم از حسین. حسین همیشگی نبود، ولی بله. افتی که داشت خیلی محسوس، خیلی کمتر بود. حسین جان فوتبالیست ها معمولا اگه افت زیاد بکنن خیلی بده، ولی افت کمتر بکنن طبیعیه. اون روز روزش نیست، ولی افتش کمتره. کیفیت بازیش خیلی کمتر اومده پایین. طبیعی که فوتبالیست ها همینجوری بعضی وقتا اتفاق میفته واسه شون. ولی با همین حال راضیم. چهارتاشون هم فوق‌العاده بود، هیجان بازی هم عالی بود. حسین خیلی ممنونم آقای دین محمدی. ببینیم که قضاوت آقای عزیزی چطور هستش؟ عزم به خدمت حسین جان، من یه تشکر کنم آقای ملکوتی. من فکر میکنم که گذاشتن همچی چالش های سخته روش فکر کنی و یه سری چالش هایی بذاری که نیازمند برنامه است، که هم توش ضربه به دروازه داشته باشه، هم کار به گفته آقا سیروس کار بدنی داشته باشه، چابکی باشه و همه رو کنار هم بذاری یه کاری در بیاد. یه مقدار طراحی تمرین اصلا سخته. بله حقیقتاً شما توی ایران من فکر میکنم که خیلی از مربیای ما وقتی میان تیمای بزرگو میگیرن یه مربی از خارج میارن به اسم مربی تمرین دهنده، کسی که طراحی تمرین میکنه و خودش تمرین میده، که معمولاً خیلی تاثیرگذاره مربیای تمرین دهنده روی شکل تمرین و آمادگی جسمانی بازیکن. من تشکر کنم از جواد. چالش اولمون چالش خوبی بود. بله. ولی به گفته آقا سیروس ما معمولا رو چالش دوم صحبت می‌کنیم، امتیاز میدیم. افشین فکر می‌کنم مثل همیشه خوب بود. افشین سطح تکنیک خیلی بالایی داره. طبیعتاً اینجا تمرین یک در مقابل یک، دو در مقابل دو، همش کارهای انفرادیه. ستای دیگه‌شون به نظر من توی یه سطح بودن، در حالی که به گفته سیروس ما توقعمون از احمدرضا بیشتر از بقیه است. هم احمدرضا هم حسین هم ایمان هر ستاشون خوب بودن. این بازی دو در مقابل دو از نظر شخص من، برداشت من، بازی هوشه. تکنیک یه طرف ولی بازی هوشه، یعنی تو باید خیلی باهوش باشی اینجا که نبازی. شما دو تا دروازه، دو تا یار،
یه یار داری با یار خودی، دو تا یارم رو بروته، باید از دو تا دروازه محافظت کنی، به دو تا دروازه بزنی. وقتی میبینی روی یارت دارن فشار میارن، باید بری کمک یارت موقع دفاع کردن. همزمان که میری کمک یارت، باید مواظب گل خودت هم باش. این هوش میخواد. موقع حمله یارت داره میره، تو باید فضا سازی کنی براش، و وقتی دو به یک میشی باید طوری حرکت کنی که به توپ بده بزنی تو گل. خیلی بازی سختیه این، و میگم اعتقاد شخصی من این بازی بازی هوشه. هر کی که هوش بالاتری داشته باشه میتونه اینجا استفاده کنه. یه نمونهش بازی آخر من به حسینم گفتم، حسین و ایمان با هم بودن، این گل جلوی من حسین بود، اون گل اونورم ایمان وایستاده بود، دوتا یار هم بودن. بله. عمررضا و افشین هم یه تیم بودن، اون دوتا گل مال عمررضا و افشین بود. حسین یه صحنه اونجا گل زد، هوش حسین اینجا به دردش، باید وایسته همون گل دیگه مراقبت کنه، چون قبلش میومد تو این گل دوید بیاد این ور، اونم رفت زد تو گل. چون اینجا دیگه وسط نمیاریم، سری بازی میشه، بهش میگن شروع مجدد، سری شروع میکنی. این هوش حسین، تو وقتی اونجا میبینی اون دروازه خالیه، باید همون دروازه رو بگیری، صدا بزنی ایمانو بگی بیاد سر این گل، از هوشت باید استفاده کنی. اگر نه که همین اتفاق میفته که اون گل رو بل میکنی، میای و عمررضا میری میزنه تو گل، بازی رو میبازید. تشکر آقای عزیزی. ببینیم که نظر آقا رضای شاهرودی چطور هست. حسین جان جا داره جواد ملکوتی برای این چالش خوب، طراحی چالش رو تشکر کنن. چالش اول قدرت و تعادل و سرعت و تمرکز بود به نظر من، و بچه ها حالا به نظر من آشنایی نداشتن زیاد بابت اون ضربه‌ای که می‌زدن به اون باکس. و فقط یه دونه ضربه فکر کنم عمررضا چهارتایی زد. و بازی دوم هم فوتبال خدا رو شکر خیلی جذاب بود، به من خیلی چسبید، چون چهارتاشون هم خیلی فوق‌العاده‌اند. حالا درسته افشین همه رو برد، اما همه شون خوب بودن به نظر من. حسین جان دقیقا ما شاهدی همونجور که پیش بینی میکردیم. آره خدا رو شکر، حالا الان خدا داد نگه، خدا رو شکر بین نیمه وقتی افشین و حسین با هم بودن، من یه چیزی رو گفتم بهشون، همون اتفاق افتاد، گل زد حسین. یعنی گوش کردن درسته؟ آره افشین اون تو اون زمین بود، بعد گفتم که تو باید بیای نزدیک این دروازه حسین که بهت پاس بده سریع بزنی تو گل. همون اتفاق افتاد خدا رو شکر، گوش کردن. آرزا آقای جانم حسین آقا، آرزا افشین سه تا برد چسبید بهت امروز؟ نه نه خدایی اینقدر خوب بودم. افشین امروز گوش کرد، گوش کرد. ببین از نظر عملکرد فوتبالی به نظر من چهارتاشون چون خیلی سطحشون بالا بود به من چسبید. ممنون از شما، تشکر. ببینیم که نظر آقا وحید شمسایی چطور هست در مورد چالش ها و همچنین عمل کرده شاگرد خودشون احمد رضا خانی. حسین آقا من فکر میکنم که باب حالا امتیازدهی یه طرف، این که آشنا شدن با شرایط فوتباله، فوتبال فقط بازی کردن نیست، تمرین داره، بالاخره ممارست داره توی کارهای تاکتیکی و تکنیکی. چیزی که تو چالش اول واسه من حائز اهمیت بود، هم کار استقامتی بود، هم کار تمرکزی بود، و هم این که شما میتونست تو شرایط سخت بعد از همه فراز و نشیبایی که داشت آخر به ضربه زدن ختم میشد که میتونستی تو شرایط سخت تصمیم بگیری، و بسیار چالش خوبیه. و واسه بچه‌هایی که الان تو این سن دارن این چالش ها رو میبینن میتونه جذاب، واسه من وحید شمسایی 46 سالم جذابیت داره، واسه شما که بعد دو برابر باشه که احمد رضا بهتر از بقیه کار کرد که مزد تجربه بازی کردنش رو گرفت. چالش دوم همونجوری که آقای خودعزیزی گفت، یه چیزی احمد تقوی و محمد طاهری داشتن به دو تا شاگردا میگفتن، اینجا پاس دادن، سرعت انتقال، تغییر مسیر و دید تو چالش دوم خیلی حائز اهمیت بود. حالا همینجوری که آقای رضا شاهرودی میگه، هر کی خوب گوش کنه برنده اون لحظه است. دقیقاً اینام توی سنی هستن که به لحاظ آی کیو فراگیریشون بالاتر از من 40 سال است. یعنی وقتی تو این سن شما سریع بتونی یه چیزی رو بگیری، استادت میگه، آقای عریضی میگه، آقای دی محمدی میگه، آقای شاهرودی میگه، بازیکن رو لحظه بگیره، قطعا در آینده میبینه چقدر تاثیر داره. در هر صورت افشین که دو دوره اول این افتخار نصیب من بود که با من بود، و بعدش هم با آقا رضا، بعدش هم احتمال داره با کسی دیگه، فوق العاده قویه. تو همه چالش ها میبینید که داره امتیاز کامل رو میگیره. سه تا بچه های دیگه هم
تلاششون رو کردن. احمد رضا فوق‌العاده، ایمان دوست داشتنی مثل همیشه، حسین هم همینجوری یه دونه بخند، ناراحت نباش. حسین وقتی که میبره به زور میخنده. الان که دیگه جای خود، الان که نبرده ها، ولی خب یه چالش دیگه های خود رو مونده. یه روز دیگه دارم. یه روز دیگه مونده و یه تلاش دیگه. متشکرم از شما عزیزان. حالا ببینیم که چه رأی رو در نظر گرفتن کارشناس ساوران عزیزمون برای ستاره ها. اعلام رأی خواهند کرد برای حسین سلطانی. اعلام رأی خواهند کرد برای افشین صادق نژاد. باز هم از چهار داورمون هم رأی‌اند. بالاترین امتیاز برای افشین صادق نژاد و ببینیم که چه رأی رو در نظر گرفتن برای ایمان بلوچ زهی. ایمان جان. بله، متشکر. و اعلام رأی خواهند کرد برای احمد رضا خانی. باز هم هر چهار داورمون هم رأی هستند. بخشی رو ببینید، مسابقه بزرگ ستاره ساز همچنان ادامه داره. سلام و عرض ادب دارم. من به همه ستارهای عزیز رو دعوت میکنم به چالشی که من طراحی کردم و به این سایت بفرستین، به این آدرس بفرستین فیلم های خودتون رو. قرعه کشی میشه و اگر نامتون در اومد که بهتون جوایزی هم در نظر گرفته شده اهدا میشه بهتون. دوستان، چالش من یه چالش، حالا من میگم که 50-50 است، هم سخته هم ساده است. برای بچه ها طراحی شده، خیلی راحتم تو خونه میتونن، حالا امکاناتو نداشته باشن میتونن تیر دروازه رو به دوتا بالش بذارن. توپ اولو ما میزنیم به توپ دوم، توپ دوم باید بره داخل گل قرار بگیره. به این صورت به همین راحت. ستاره ساز، امیدوارم که از این قسمت از مسابقه بزرگ ستاره ساز هم لذت برده باشید. امروز دو چالشی که برگزار شد، افشین صادق نژاد بیشترین امتیازها رو به خودش اختصاص داد. بعد از افشین احمد رضا خانی، حسین سلطانی، ایمان بلوچ زهی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتن. روزهای آخر ستاره ساز در این مرحله داره میرسه و ببینیم که بچه‌ها در روز آخر خودشون با تلاش خودشون چه سرنوشتی رو برای خودشون رقم خواهند زد. یک نکته خیلی مهم رو به همه شما نوجوان‌هایی که می‌خواهید ستاره‌های آینده کشورمون به خصوص در عرصه فوتبال بشید یادآوری می‌کنم. برای آینده درخشان‌تر دست پدر مادرتون رو ببوسید. یا علی مدد، خدا نگهدار.